هستم و امروز آخرین روز مدرسه جون 14 و اولین روز تابستون. پس بیایم با هم دیگه ولاگ روز منو با هم دیگه ببینیم. بزن بریم چون امروز خیلی کار داریم. به مدرسه و گفتم قبل از اینکه زنگ اولمون شروع بشه، چون ساعت 7:30 و زنگ اولمون 7:50 شروع میشه و امروز هر روز عادی نیست، فقط 3 ساعته و فقط هم 2 تا تست داریم. آره 2 تا تست، یعنی 7:50 اول اگزمونو داریم که 1:30، بعد میریم نهار نیم ساعت، بعد دوم اگزمونو داریم که 1:30، بعد میریم خونه. یعنی فقط 2 تا فاینال میدیم و تمام میشه. این سال خیلی سخت بود، حالا سال بعدم خیلی سخت داره. بعد الان 20 دقیقه وایسم تا اول اگزمم برم میگم درس بخونم. بریم. و اینم بگم که ما کلا این هفته فاینال داشتیم، یعنی سه شنبه اولی زنگ بود، چهارشنبه 2 تا زنگ دیگه، پنجشنبه 2 تا زنگ و امروز هم 2 تا زنگ دیگه و بعد از اینا تابستون میشه. یعنی الان فقط 4 ساعت مونده تا تابستون. واقعی بگم سال خوبی بودا. اول یه یادی کنیم از امسال. من یادم اینجا هر روز میومدم پینگ پونگ بازی میکردم. سنگ نار دقیقا همینجا ما میومدیم پینگ پونگ بازی میکردیم. ما اینجا میومدیم درس میخوندیم. مثلا اینجا کلن لایبری مدرسه‌مونه. بچه ها اگه نمیدونیم فقط یه زنگ دیگه مونده، فقط یه تست دیگه مونده تا تابستون شروع بشه. الان ساعت 9:30 و 11:35 مدرسه تموم میشه و تابستون شروع میشه. باید این تست رو خوب بدم که تابستون رو بد شروع نکنیم. میدونی؟ ریاضی هم که میدونی سخت‌ترینه. چون الان زنگ قبلیم خیلی راحت بود. زنگ قبلیم گاورمنت بود، درباره قانونهای آمریکا و اینا و خیلی راحت بود. بیشتر سوالی بود و جواب میدادیم. این ریاضیمون معلممون خیلی سختگیره، برای همین و خوب درس میخونم. خب برای کسی که نمیدونن، باربود برادر من یک ماه پیش مهر 15 دیپلمش رو گرفت و گرادویشنش بود. چون 12 یا زودتر تابستانش شروع میشه و از اون طرف دانشگاهشون زودتر شروع میشه، میدونین؟ برای همین ما امروز آخرین روز مدرسه‌مونه و کلن این هفته ما تست داشتیم. از سه شنبه بگم که میدترم زنگ اولمون بود و چهارشنبه زنگ 2-3 و پنجشنبه 4A و 4B و امروز هم هستش 5 و 6 که بودش گاورمنت و ریاضی، که گاورمنت رو خیلی خوب دادم و الان زنگ نهاره و ریاضی زنگ بده. موهای منو داره کپی میره. تا تابستون شروع بشه. 30 ثانیه مونده تابستون شروع شد. بچه تابستون شد، بریم خونه. یس زنگ آخرم خورد به تابستون شد. Are you happy؟ خب بچه لباس هم عوض کردم چون هرم برم جیم و این عینک رو گذاشتم. آماده باشین، میخوام بریم پست بگیریم. بزن بریم یه پست خیلی توپ بگیریم. بچه کف زمین چقدر داغه، دارم میسوزم. بچه تراس اینقدر گرم بود و سایه میافتاد، گفتیم بیام جلو خونه بگیریم. پس بیام پشت سنه رو اینجا بهتون نشون بدم. خب بچه پستم گرفتیم. پستم میتونم سوار کنم از دیمه؟ Go ahead. Going to. Gonna. Have to. Have to. Want to. Wanna. Got to. Gotta. Kind of. Kinda. Sort of. Sort of. و اینم از پست اینستا. بریم اینستا رو فالو کنین که از دستش ندید. خب بچه ها حالا وقت ادیته و برای کسایی که میپرسن از کجا ادیت میکنی، کدوم اپ استفاده میکنی، من اینشات استفاده میکنم و اینم تامنیل که اینم از اینشات درست کردم. خب بچه ها مدرسه تموم شد، پستمونم گرفتیم و الان ساعت 1:30 وقت نهاره
و کسایی که اینستای منو فالو دارن میدونن که من عاشق ساب بودم و یه جورایی هر روز میرم سابوه. نه دیگه هر روز، مثلا 4 بار هفته ای میرم. برای همین الان میرم سابوه بهتون نشون بدم چی از سابوه میگیرم. و دوست دارم برام تو کامنت بنویسین شما ویدیوهای کوتاه بیشتر دوست دارین یا طولانی؟ یعنی یه داکیومنتری از کل ولاگ. مثلا من چند وقت پیش یه ویدیو گذاشته بودم که فقط 6 دقیقه بود، یه ولاگ بود ولی خیلی خوب ویو خورد، 130 کاینای ویو خورد، ولی فقط 6 دقیقه بود و همه تو کامنت ها میگفتن لطفا طولانی ترش کن، چشم هم زدیم تموم شد و اینا. برای همین امروز ویدیو رو خیلی طولانی تر کردم و دوست دارم بدونم ویدیوهای کوتاه بیشتر دوست دارین یا طولانی؟ هم تو کامنت بنویسید. اینم برای کسایی که میپرسن بنزین تو آمریکا چنده، بچه چی بگیرم؟ I get a full long Italian herbs and cheese and I'll get a spicy Italian. پپرونی گرفتم با سالامی. Can I get provolone and toast stick please? خب بچه ها من سپایسی ایتالیان گرفتم، یه چیپس گرفتم بازم بهتون نشون بادم داخلشو. اینم از داخلشه، گوجه داره، خیار داره، پپرونی داره، سالامی داره و اینا همش چوش $13.23. خب بچه ها سابوه هم گرفتیم، حالا به نظر وقت چیه؟ الان ساعت 1:30، نه البته ساعت 2 شده. به نظرم بریم خونه اینو بخوریم و حدود ساعت 4:30-5 بریم به سمت بدنسازی که خیلی کار داریم. بزن بریم. 2000 years later. خب بچه ها الان ساعت 7 شد، انقدر خستم چون یه چرت 5 ساعته زدم از ساعت 2 تا 7 و یه خیلی خوابیدم، ولی الان وقت باشگاهه و روز هر روز تموم نشده، پس بریم به سمت باشگاه یه تمرین خیلی خوب بزنیم. امروز من تو قفس سینه پشت بازو و دیگه قفس سینه پشت بازو و شونه میخوام کار کنم، پس بریم اینا رو بزنیم. بزن بریم. و یه چیز دیگه، باشگاهی که بغل خونم میرم و استخری که بغل خونمه بهت یه کارت میدن، یه کارت که اگه میخوای استخر باشگاه بری باید با این کارت بری داخل. و باورتون نمیشه من از کرونا، یعنی 2020 الان 2024، من این کارتم سسپند شده بود، یعنی بهم کارت نمیدادن یا دوباره عوضش نمیکردن، چون اون کرونا وقتی مثلا بچه بودم یه اتفاقی افتاده بود، من و دوستامون رفته بودیم استخ باش با شامپوی استخ این بازی میکردیم و حالا بچه بودیم داشتیم میریختیم شامپو رو و اون موقع هیچکی نبود، یه کرونا بود هیچکی استخ نمیواد، فقط ما بودیم. اومدن کارتمون رو سسپند کردن ولی فکر کنم یادشون رفت. امسال ما ایمیل زدیم و گفتم ببخشید ما یاد مون رفت و اینا و اینا و کارتو به ما دوباره دادن. یعنی فکر کن 4 سال من نه استخر بغل خونم رفتم نه باشگاه، واقعا ناانصافی. و بچه‌ها یه چیز دیگه هم که دیدم خیلی برام جالب بود، عکس منو بار بودم تو این کارت هست، حس بزنین کدومش منم. اگه گفتین راستیه درست گفتین، راستیه منم و چپیه بار بوده برادر من. و بچه‌ها ما بغل خونمون یک گلف هم داریم که یکی از بزرگترین گلف هاست تو مریلند، ولی برای بازی این باید پول بدیم، ولی استخر و باشگاه کاملا برای کسایی که اینجا زندگی میکنن رایگانه. اینجا هم گلفه بکنم برای حرفه‌ای ها، چون اونجا خیلی زمینش کوچیک‌تر بود ولی اینجا خیلی بازتره. و یادم رفت بگم استخرمون هم باز شد. ما استخرامون کلا 3 ماه باز میشه، 3 ماه تابستون و الان صدا رو اگه میشنوید باز شده، ولی باشگاهمون هر روز هست. اینم از زمین تنیس و اینم از پارکش و باشگاه اونه، استخرم اون زیره، اینم از استخر. خب بچه ها همینطور که میبینید رسیدیم به باشگاه، حالا وقت تمرینه. بزن بریم. بچه ها الان یه ساعتی هستش که ما داریم اینجا تمرین میکنیم و چند تا ورزش دیگه دارم که دیگه برم خونه، چون همینطور که میبینید داره شب میشه. آره الان ساعت 8 و من حدودا 6 تا ورزش کردم، سینه رو زدم، بازو هم امروز تمرین کردم، نمیدونم چرا ولی بازو تمرین کردم، پشت بازو هم تمرین کردم و فقط شونه مونده، شونه رو زدیم دیگه میریم خونه. بچه تمرینمون تموم شد، خیلی خستم الان، فقط باید برم خونه بخوابم. با اینکه امروز خوابیدم بازم خستم، ولی بیان استخر رو بهتون نشون بدم چون عجیبه، هر روز بازه. الان ساعت حدود 9 هر روز شب نشده و هنوز استخر بازه
و فکر کنم کلاس خصوصی الان. آره الان فکر کنم کلاس خصوصیه. بریم دامبلا رو بذاریم سر جاش که کم کم بریم به سمت خونه. بچه‌ها اینا رو ببینید، دارم بدمینتون بازی میکنم تو زمین تنیس. خب بچه حالا که باشگاه تموم شد نظرتون چیه؟ همین الان برم خونه یه وان آب سرد سرد بگیرم؟ یادم آخرین باری که وان آب سرد گرفتم تابستون قبلی بود و یک ماهی هم گرفتم، یعنی یک ماه واقعا موتیویشن داشتم که برم وان آب سرد بگیرم هر روز. و هفته اول دو هفته اول خیلی سخت بود، یعنی خیلی سخت بود، ولی دیگه هفته‌های آخر روزهای آخر بود دیگه عادت کرده بودم. ولی الان یه سالیه که وان آب سرد نگرفتم، فکر کنم الان دوباره شروع کنم سخت باشه. این هدفمونه دیگه، این تابستون هر روز سعی کنیم چی؟ وان آب سرد بگیریم. اگه اینو نامه می‌کنین، این ویدیو رو نامه کنین، شما هم برین وان آب سرد بگیرین، چون اگه سرچ کنین خیلی بنفیت داره و کلا وان آب سرد برای خیلی چیزا خوبه، برای هلفتون، برای منتال هلفتون، برای بیلدینگ ماسو، عضل ساختنتون و خیلی چیزای دیگه. پس بزن بریم که خیلی کار داریم. خب بچه رسیدیم خونه و حالا که عرق کردیم بیاییم که فوتبال هم بازی کنیم، چون آخرین روزه و حدودای 3 ماه دیگه ما ترایوت های سکول داریم. خب پس بزن بریم. بچه ها تموم شد، خدایی بگم آخراش دیگه خیلی راحت شده بود، ولی الان برم دوش بگیرم، لباس ها باشم که دیگه کم کم بریم بخوابیم. و اینم از تیپ خواب من، از کلاه کریسمسی تا پیجامه کریسمسی تا جوراب کریسمسی. کسی ندونه انگار وسط دسامبره، ولی همونطور گفتم من دوست دارم گرم بخوابم، برای همین اینجای لباس پوشیدم. حالا بریم بخوابیم چون امروز خیلی کار کردیم و واقعا هم خسته. بزن بریم. خب بچه الان دیگه دارم میرم بخوابم، خیلی خستم چون امروز خیلی کار کردیم. از اول که دوتا تست داشتیم، 11 اومدیم خونه، یکم پست گرفتم، یکم یوتیوب برای شما گرفتم، بعد دیگه رفتم سابوی، راه رفتم تا سابوی، بعد دوباره اومدم خونه یه 5 ساعتی چرت زدم، بعد رفتم باشگاه 2 ساعت، بعد دوباره برگشتم رفتم آب سرد. آره امروز خیلی روز سختی بود و هفته سختی بود. و آره اگه تا اینجا ویدیو موندین لایک یادتون نره، سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم بزنین. بازم کامنت سامر، کلمه سامرم، تو اولین روز تابستون تموم شد، کلمه سامرم برام کامنت کنین. تا ویدیو بعدی من رفتم. Peace out!